خشت. این ترکیب برگرفته از دل زمین از قرن‌ها پیش در معماری و سازه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. این ترکیب نوعی ماده اولیه متشکل از خاک فشرده شده و سایر ترکیبات طبیعی مثل ساقه ذرت، یونجه یا علف خشک و کود حیوانی است که قدیمی‌ترین شیوه ساخت خانه در جهان را ایجاد کرده است. تاریخ نشان داده خانه‌های خشتی مقرون به صرف قرن‌ها محکم و ثابت باقی ماندند. تفاوت خشت معمولی با خشت فوق قوی در این است که خشت فوق قوی با آهک ترکیب شده و در کیسه‌های پلی پروپیلن فشرده می‌شود. ایده ساخت خشت فوق قوی از سوی معمار ایرانی آمریکایی نادر خلیلی شکل گرفت که برگرفته از دوران باستان و ساکنان مناطق بسیار سخت و خشن مانند بیابان‌های خاورمیانه بوده است. این سازه‌های خشتی در مناطق بیابانی که شب‌های بسیار سرد و روزهای بسیار گرمی دارند اهمیت بالایی پیدا می‌کند. زیرا خشت نوعی ترکیب وابسته به دما است، به گونه‌ای که گرمای روز را در طول روز جذب و در طول شب رها می‌کند. این جریان در طول شب بالعکس عمل می کند. نادر خلیلی این ایده را برای نخستین بار در کنفرانسی از سوی ناسا در سال 1984 ارائه کرد. این در حالی است که این کنفرانس برای بررسی چگونگی ساخت و ساز روی ماه و مریخ با استفاده از مواد اولیه موجود در این سیارات برپا شده بود. خانه های خشتی بسیاری در سراسر جهان وجود دارند. برخی از آنها معمرهای گرم هستند که از سوی انجمن آکسفورد برای کمک به قحطی زدگان و پناهجویان ساخته می شوند و برخی دیگر جان هزاران نفر را در آتش سوزی بزرگ توماس در بین سالهای 2017 تا 2018 در برخی از شهرهای آمریکا نجات دادند. همچنین زلزله 7.2 ریشتری نپال در سال 2015 و طوفان ماریا در پورتوریکو هیچ آسیبی به این سازه‌های خشتی وارد نکرده است. برخی از خانه‌های خشتی گنبدی شکل هستند که طبق تحقیقات به دلیل ساختار معماری ویژه خود از مقاومت بیشتری برخوردارند. تنها ایراد ساخت این نوع خانه‌ها زمان بر بودن ساخت آنهاست که معمولاً بیش از 3 ماه به درازا می‌کشد. این یکی از عواملی است که روند ساخت سازه‌های مختلف را به سمت ساخت خانه‌های بلوکی و سیمانی پیش می‌برد.